سلام میکنن. علیکم السلام. بحث رو شروع میکنیم. ابتدا یه تعدادی محدودی خبر براتون میخونم که از آنچه که در افغانستان داره میگذره آگاه باشید، و بعد میرم سر بحث اصلی که در اعلان نوشته بودیم. دستگیری ها در افغانستان همچنان ادامه داره، افراد رو میگیرن، ناپدید میشن. بعضی از حضراتی که اینها رو نمیبینن انگار در همون 8 ماه پیش باقی موندن. آقای اصغر یوسفی مدیر هتل قلقله در بامیان رو دستگیر کردن، اصلا معلوم نیست به چه دلیلی، هیچ کم هیچی نمیگه، بردنش و به تعبیر افغان ها زنده و مردش گم. هر روز و هر شبی که ما آمدیم اینجا دیدید دیگه چه اندوهی از این خبرها داریم. تازه این ها مواردیه که به دست ما میرسه. این آقای یوسفی مدیر هتل قلقله بامیان بوده که بدون دلیل دستگیرش کردن و ناپدید. لشکر زرهی زاهدان، لشکر 88 زرهی زاهدان به مرز افغانستان اعزام شده بود. چند روز پیشتر هم یک سلسله پروازهایی در آسمان افغانستان هلیکوپترهای نظامی ایران کردند که دوستان من در یکی از پیج هام بارگذاری کرده بودند. اینجا یک نکته رو من توضیح بدم عزیزان. وقتی که پیج های ما چون متعدد شده، 7-8 تا پیج رو زدن یا تقریبا ما الان 12-13 پیج رو داریم یا برگشته، یا این پیج ها رو ادمین ها اداره میکنن. پستی رو اگر من خودم بگذارم و اطمینان داشته باشم از صحت ویدئویی یا چیزی، زیر اون می نویسم صحت ویدئویی فوق تایید می شود. علی حال این ویدئویی که از هلیکوپترها گذاشته بودن، خیلی از عزیزان گفته بودن این مال ازبکستانه و با اتکا به فضای مجازی گفته بودن، چون هیچ کدومشون که اونجا نبودن، یه جای دیگه خوندن، بعد فکر میکنن اون درست هست. ما هم همین فکر میکنیم، اما بعد تحقیق کردیم، یک سری مستندات پیدا کردیم، مکالمات رد و بدل شده در خود فیلم رو ترجمه کردیم و اونجا میگه این هلیکوپترهای ایرانه ولی ارتش افغانستان قوی. یکی نوشته بود اگه اسم آمریکا به ما بود هلیکوپتر مال آمریکا بود. نه عزیزم، در مرز ازبکستان یارو دیوانه نیست که بگه هلیکوپترهای ایران میگه. اگر طرف تو حیرتان بوده باشه در مرز ازبکستان و 100 هلیکوپتر تو فضا ببینه، میگه هلیکوپترهای ایرانه. عقلم خوب چیزیه دیگه. اما اینکه خبر چرا پنهان شد عجیب بود. به نظر میرسه ایران اونقدر در رسانه ها از طالبان سفید نمایی کردن که خود مسئولین مربوطه نگران انتشار بعضی از این اخبار. جا به جایی لشکر 88 زرهی رو دیدید که اول کسی اعلام نکرد تا همه رسانه های خارجی با اتکا به ویدیوهایی که در فضای مجازی دست به دست میشد خبر رو دادن. بعدا مسئولین ما موضع گرفتن. حالا درباره این ماجرای مسترد شدن لشکر 88 زرهی در مرز من توضیحاتی خواهم داد در ادامه. اونجا موقع این فیلمش رو بهتون نشون میدم. برگردیم به این ناپدید شدن آدم ها. یه خبرنگار بلخی رو هم به نام اکبر انصاری، این بیچاره رو هم باز گرفتن بردن و ناپدیده. دقت بکنید، اینا فقط اخباریه که به دست ما میرسه. این آقاست، آقای اکبر انصاری، این هم ناپدیده. اومدن دستگیرش کردن به هیچ دلیلی و به قول دوستان افغانستانی زنده و مردش گم. یه جوان دیگری رو به نام عبدالواحد در شمال افغانستان از مرکز استان بدخشان شهر فیض‌آباد، این بیچاره رو هم دستگیر کردن. این هم ناپدیده، یعنی معلوم نیست که اصلا چه به سرش آوردن. آقای عبدالواحد از فیض‌آباد، این دوستانی که تا وقتی که خانواده خودشون رو نکشن باور نمی کنن که طالبا خون ریزن،
یکم رگ غیرتشون شاید به جنبه این عکس ها رو ببینن. تازه عرض کردم اینها اخباریه که به دست ما میرسه. طالب رسانه رو محدود کرده، اگر در پنجشیر آدم کشی میکنه، در اندناب، در فیض‌آباد، خوب خبرش نمیاد. همین مقدار اسنادی که تهیه شده تازه به زور و به زر از 500 و 600، دیدید اون خبر تایمز رو خوندید دیگه، گزارش روزنامه تایمز 500 نفر رو لیست کرده. با تمام این سختی ها ببینید چقدر اینا کشتن که اینا تونستن 500 تاش رو لیست بکنن با عکس و اسم و آدرس و سوابق در روزنامه تایمز منتشر بکنن. شما منتظر چی هستید؟ چنگ به صورت خورشید میندازی میگی شب الان نیست خورشید. یه بدبخت دیگه ای رو که توی کار کتاب و انتشاراتم بوده در گذشتم، یه مدتی نظامی بوده به نام آقا ضیاءالحق نادری، اینم از کابل اینو رو بودن و هیچ هم معلوم نیست. یعنی این عفو عمومی طالبا اینا دیگه نمونه ها. این بدبخت هم الان روزهای متمادی گم ناپدید، از زندهش معلوم نمردش. و شما فکر کنید هزاران نفر اینجوری هست. حالا بعضی هم که میکشن میارن میندازن پشت در خونه شون، نمونه هاشو براتون بارها بارها بس همینجا تصاویرش پخش شدیم. اون بیچاره دهقان پروانه ای که ناخونای پاشو کشیده بودن و تو لایو قبلی بهتون نشون دادیم. باز یه خبرنگار دیگر رو فقط به جرم این که در فیسبوک یه کامنتی در فیسبوکش گذاشتن، یا اینکه او در واقع کامنتی گذاشته به نام آقای خالد قادری، من تصویرش هم به شما نشون بدم. اینه آقای خالد قادری در هرات. اینا فقط مال یکی دو روزه ها. این بیچاره هم بردن، این هم زنده و مردش کن. 5 نفر از شیعیان را توی مسیر در ولسوالی دره‌صوف، دره‌صوف پایین استان سمنگان، بعد از اینکه پول اموالشون رو گرفتن در منطقه کتل ریگی بین استانهای سمنگان و بلخ، اینا رو هم تیرباران کردن و اون یک نفرشون نجات پیدا کرده. چرا خامه یه حدیثه رو خواه؟ حدیثه از یه چیز از خواهتا چیز بزرگ ساخته در مادر کلان هم. شما؟ آه مادر کلان گفت من در این سرک چیز. خیلی بارینه؟ نه قطار زیاد است، شما میمانید این شب بود. مادر خورد بارین. بزرگ ساخته ما رو پیاده کرد باز اینجا آمدیم یک این مطبون هم شای بزی گفته که مزار باز ما که خدا انداختیم مطبون سوارشتیم چند نفر دیگه آمد کش حرکت کردیم آمدیم حرکت کردیم آمد دمیز منطقه هم حرکت کردیم هم باید چی خورده سخت داریم پیش روی ما بود هم همین شای بزی از اونجا بالا مطبون سرخ آمد آم از بزرگ ساخته شما را تاکیب کردیم آم آمد اینجا از ما دم کرد پیش در داخل از این چیز را از جرات یک نفر شما دی طرف احمد مرتی مرتر دیست ست بیا اونجا باتری مخراب شد یک باتری خواه بیده یک استاد بزنه مرد دا روشن بیش از ما این استاد مرد باش ما باتری خواه بگیم نه قد مرتر مرتر بیا قد مرتر رفتیم اونجا باز گفتش پیشتر بیا باز اونجا شکی شدیم مسلا بود اینجا مسلا نبود پیش رفتیم سعی کنیم تو پرچم امارت زدگیه یک نفر شفانچه دلیش یک نفر دیگه امارت پرچم امارت میگه زدن و مسئولین امارت هم که میگن هیچ داعشی در افغانستان وجود نداره به صورت فیزیکی در هیچ جغرافیایی، حالا خبرشو خواهم بود. اینا رو کی میکشه؟ میگن جنگ شیعه و سنی میخوان راه بندازه. کی میخواد راه بندازه؟ آقا طالب اونه که میگه نیست. گوش کن با نام اجازه دیگه سلای سیا بود سلای از اون طرف رفتیم که این جگلر بود موتر بود اینجا پرد بود بس بود که اینجا رفتا نمیشه یک فنکچه بود یک بشت فنکچه نه کنن هر دو تاش بچه ساخت بود بچه خیل بود یک هوایی تو پای پر کن پرد بود دیگه میگم گفته ماشین تون بندازید تو دره سندره گفت دره هم نه چند نفر بودی؟
شش نفر بودن خود خودم روش نفر یاد داری؟ ها؟ نمای نفر یاد داری؟ نمای نفر این یک سروار میشناسم دیدی؟ مطرون؟ ها او را برد؟ ها او را برد دیگه سروار را برد چند نفر بردن؟ شش نفر قدیم مطرون شش نفر شش نفر را بردن؟ چهار شه بردن چهار شه بردن اولا شش نفر بودیم دیگه سه پیش پیش سه دو نفر حالا اینجا باقمال چند نفر مونده؟ دو نفر چهار نفر بردن چهار نفر بود یکی زخمی بود ما ولی سالی این صاحب سلامت است ما بودم باید طرف تایرش چیز کنم زخمی رو انتقال دادم ما بودم برم تو جایش پایین پایین از شود که اینها با تأسف شش نفر رو میبرن که الان ما اینجا اگر تصاویرشون داشته باشن پنج تای از اونها رو میکشن جنازه هاشونه یکیشون تیر میخوره ولی زنده میمونه من اگه بتونم فیلمش رو پیدا بکنم قبلش آماده نکرده بودم توی این خدا رو شد پیدا شد چند نفر بودید؟ چند نفر بودید؟ امسایی ما حرکت کردیم و گذر شدن شای سوری بودیم یک خلیفه سر چند جل که دیردین یعنی فولدن بلای درم برا باشید باید هم موشد باید پاس باید همین کتر رو گرمو که دمتر رفت دلو میشه مطر تو شده و درم رفت از کار ایسته شد خلیفش دایی برمی جان مطر خراب شده همون رو میگه گفت بیاین ماشین خراب شده بیاین کمک کنیم تا که رفتیم مسلح ها میگه در بود میگه ما رو برد انداخت توی در بود هرچی هم مدارک و پول و چیز بود گرفت چیز بارو این چهار هم بود چیزای تقلده این بیتایی زربه کرم یه تیر اندازه دو من تیر خوردم در جا افتادم اون پنشتای دیگه هم افتادم اونا چند نفر بود؟ سه نفر موتر چی داشتن؟ باید فلدر سخت اونا که شما را زد با چی کار کرد؟ شما زخم شما را با دیگه نزد؟ یا دور کو بیت زربا کا کی بیه حساب میں دیت کرے ہو یاک دور کا نام داخل پولو دت مرا تو زندہ نہ ماشا ہاں اور خدا نے خبی بہت میں نہ بس اور سارے مایا کی پاری اور دی بچا احمد مت سے پتہ نہ ہوس کے استعمال نہ ہوس کے مارو پشت کرے پشت کرے رکھ کے تنگے کو نہ مجھے تاکے گی تر رسن ایک اور چھوٹا سا کوئی بولتا ہے شمونا کی کون کر رہا ہے تو اے ابو پانچ چور کا چھان سوال سے ہاں پھر واسہ بدل گئے میرے اس میں چیز سکندر از کجا هستیم؟ اصلی منطقه خوش ایلان ها دازده سال شده من حالا اینها رو کشتن دیروز طالب مدعیه که هیچ داعشی در افغانستان نیست هیچ جغرافیایی در اختیار نداره و مرتباً دارن مردم رو میکشن یکی بیاد بگه اینا کیان حالا من در ادامه میگم اینا کیان اما این دوستانی که میگن یک عده میخوان جنگ شیعه و سنی رو بندازن اون عده کیان جز خود طالبان کیهان هم به این نتیجه رسید دیگه آقا بخشی از بدنه طالبان رسمن اعتقادات داعش رو داره و داعشن آها روزنامه کیهان میگه بخشی از بدنه طالبان در حملات اخیر دست دارد آنها فرقی با داعش ندارد آقا اینا هم به نتیجه رسیدن وقتی فرقی با داعش نداره این هزاره ها رو مشرک میدونه حالا یک بخشی از طالبایان که دیپلماتیک رفتار میکنن و میگن نه اینجوری نیست و با شما لاس میزنن اینا توانایی کنترل این جماعت رو ندارن روز به روز شیعیان دارن تاوان این حماقت تحلیل هزارات رو در ایران پس میدن به هر حال اینم از این خبر که حالا در مسیر در رسوف چه فاجعه‌ای رخ داده
ما ازش نخواستیم بگذاریم. خبر رو دقیق براتون عرض کردم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف همچنان داره هشدار میده. به ویژه امروز یک هشدار داده که ولایت‌های استان‌های اوروزگان و قندهار در جنوب افغانستان با خشکسالی وحشیانه مواجه. گفته از به نقل از یک مرد میان سال 55 ساله‌ای به نام نجیب که قندهاری هست و پدر 9 فرزنده، گفته وقتی ماشین آب میاد برای ما به اندازه جشن عید فطر ما خوشحال میشیم و جشن میگیریم. یعنی آب نرسه به اینا تو اون جاهایی که هستن میمیرن با این قیمت های مواد غذایی، اینها هم که نمیتونن غذای تهیه کنن. همچنان جماعات چی دارن هشدار میدن؟ داعش القاعده در افغانستان در حال رشد، از جمله یکی از اعضای کنگره امریکا آقای مایک والتز، اونم امروز همچین ادعایی کرده. یک فیلم پخش شد از آرایش جنگجویان طالبان با تک تیراندازهای خودشون روی یک دیواری اونجا مستقر شده بودن. یک عده‌ای ادعا کردن که این تفنگای تک تیراندازی که اینا در اختیار دارن تفنگای تک تیرانداز صیاد هست که خود ایران به اینها داده، که خیلی این تو فضای مجازی چرخید. من تخصصی روی سلاح‌ها ندارم، اگر دوستان تخصصی دارن در این باره در مرز اسلام آمده باش با ایرانی ها که انشاءالله منتظر نیروهای بیشتر از بلور برسته که تا ساعت دیگر مستقر میشه و دستور امیران و جهدین مرز این مرز این کار درگیری هم هست. گفتن اینا این تکتیران دیدیم سر توفنگ رو سر اون اسلحهی که یک اثری ازش دیدیم، گفتن که اینا تکتیراندازهای صیاد هست که خود ایران داره بتاره. به هر حال بحث هم سر این بوده، جادهی در مرز داشتن آسفالت میکردن و خب معنی دارم از این کار، اینها نیروهاشون نون ندارن بخورن، حقوق نفرات مسلحش و طالبان نداره بده، بعد بوجه رو آورده داره یک جاده مرزی میکشه اینجا. این معنی میده دیگه، این که دیگه فهمش که خیلی بهره هوشی زیادی نمیخواد. آقای انعام الله سمنگانی سخنگوی وزارت خارجه، عذر میخوام، معاون سخنگوی طالبان، معاون ذبیح مجاهد، گفته داعش در هیچ جای افغانستان حضور علنی و فیزیکی ندارد. گفته حضور فیزیکی چون ندارن. حالا این راست هم میگه دیگه، چون اینایی که دارن میکشن و انتحار میکنن بخشی از خود طالبان هم. حالا توضیح میدم چه جوری. ادامه این وضعیت گرسنگی مردم توضیح من هستم. برای نام داشتن هم دیگر کتک می‌زدن. وقتی که این شیعیان رو میکشن هی میگن تفنگداران ناشناس، افراد ناشناس، و داعش که نیست اونجا، بقیه هم که طالب اونجاست دیگه، این ناشناس ها کیان؟ حالا چجوری این گره حل میشه؟ چه بخشی از طالب؟ این بحث امشب ما هست که گوش کنید، خواهش میکنم. یک مین در یک دکان در قندوز منفجر شده که 3 تا زخمی داشته توی زیر در اصلی یه صرافی بوده که صرافم از شیعیان قندوز است. 3 نفر زخمی شده.
آقای حسن کاظمی قومی فرستاده ویژه ایران در افغانستان میگه که نماینده ویژه ایران اشتباه نوشته، میگه که تشکیل حکومت فراگیر کلید امنیت و ثبات پایدار در افغانستانه. ایشان گفته ایران از زمان پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی تا امروز میزبان حدود 6 تا 7 میلیون مهاجر از افغانستان و عراق بوده. یک بمب دستی در شهرستان خواجه‌غار استان تخار منفجر شده و دو تا از نیروهای طالبان زخمی شده. گفته شده که در مقابل در مدیریت استخبارات این شهرستان این اتفاق افتاد. بعد از این تنش‌های ارضی که بین طالب و البته دوستان که میگن سوء تفاهم ارضی، حالا خبرگزاری های دیگه همچین لغتی رو کار، آقای احمد وحیدی وزیر کشور ایران گفتن که نیروهای مرزی برای جلوگیری از تجاوزات طالبان جابجا شده. ببینید تزویر در خبررسانی یعنی رسانه برای که سفید بکنه چهره طالب رو میگه سوء تفاهم ارضی، وزیر کشور رسما میگه تجاوزات طالبان. این تزویره. البته وزیر کشور گفته همینطور که عرض کردم عبارتشون رو براتون خوندم دیگه، این عبارت آقای وحیدی سردار احمد وحیدی این بود که نیروهای مرزی برای جلوگیری از تجاوزات طالبان جابجا شدن. حالا یکی از همون چهره های بزرگواری که نظرش این نیست در خصوص مشکلات مرزی با افغانستان گفته در مرز ایران و افغانستان منازعه جدی رخ نداده، گفته یک مورد اختلاف بوده که از سوی ایران ممانعت ایجاد شد. تیم ملی نوجوانان افغانستان برای حضور در مسابقات مرکز آسیا در واقع آماده داره میشه برای رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا که با شرکت تیم‌های افغانستان و تاجیکستان و ایران و ازبکستان در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بانک مرکزی طالبا همچنان بهش پول میرسه، باز دوباره امروز پول نقد 32 میلیون دلار فارشنبه براشون آوردن. از چند ماه پیش این پولا تو داره میاد، کی میفرسته، چرا میدن این پول به طالب، خدا میدونه. شاید چند صد میلیون دلار هم تو نقد تا به حال به اینها دادن. آقای محمد صالح خلیق رئیس انجمن نویسندگان، رئیس اسبق اطلاعات و فرهنگ استان بلخ گفته که این رفتارهای تکفیری در کشور با صهیونیست‌ها مرتبطه و محکوم کرده و گفته این جنایات با طراحی عوامل صهیونیستی در راستای منافع این رژیم انجام شده. بیشک در لایو قبلی هم گفتیم که عمده اینها از وقتی آغاز شد که آقای امیرخان متقی در ترکیه طبق مستندات موجود با مقاماتی از رژیم صهیونیستی از جمله سفیر این کشور در اونجا دیدار کرد. اینا ارتباطاتشون رو برقرار کردن. یک عده هم که از اون طرف رفتن بین جمع منافقین در آلبانی مثل اون خانم سما و اینها که اونا مخبارشو دارید. این رشته سر دراز دارد، یعنی یه سرش تو آلبانیه، یک سرش توی ارتباط طالب با صهیونیست‌هاست، یک سرش هم در خود کابل و بین طالباست. یعنی اگر دوستان دقت بکنن رسانه‌ها رو درست پیگیری کرده باشن، اخبارو با قرض و مرض این کارو نکرده باشن، شما فقط کافیه پیگیری بکنید که آقا دو سه روز بعد از سقوط کابل در اوج بی‌امنیتی کابل رئیس سازمان سیا که چه پروتکل‌های امنیتی هولناکی برای او در قوانین امریکا هست برای ترددها و ملاقاتاش، با هواپیمای شخصی میاد کابل و با آقای ملا برادر ملاقات میکنه. اینا رو نمیبینن اصلا هزاران که چرا باید بیاد شخص رئیس سازمان سیا به کابل، نمیبینن اینا رو. بگذاریم، باز دوباره شهادت یکی دیگه، یه دهقان رو در پروان با شلیک گلوله کشتن. اینم باز تصویر این
بنده خدا. خب بریم وارد بحث اصلی خودمون بشیم. ببینید دوستان، یه تعدادتون یک پیام هایی فرستاده بودید که آقا در فلان جا اینو گفتن، در فلان وبسایت اینو گفته، در فلان نمیدونن شبکه اینو گفتن، فلان کس این پستو گذاشته. عزیزان من، اگر بخوایم به اینها جواب بدیم تمام وقت ما میره. یعنی شما الان ببینید ما 11 شروع کردیم، الان 11:29، هنوز اخبار رو نتونستیم مرور کنیم. حالا بیایم یکی یکی بشینیم توضیح بدیم آقا این اینو گفت، اونو گفت. اینا برای یوتیوبرها، برای اونایی که میخواد درآمد کسب کنه، یا برای اونایی که پروژه گرفتن. طرف میگه آقا من گفتم بذارید من برم پنشی رو ببینم، فلان کس هم گفت بیا برو ببرید. آقا اونا چشم و روی تو رو خوشگل ندیدن که چشم عبود خوشگل نبود ببرن. خب میبرن، بعد ازت میخوان که بیاری همین حرفا رو بزنی. این حرفا که دیگه پاسخ نداره، قربونتون برم. حرفای توی تاکسی، یعنی 100,000 تا خبر از اون موقع اومده، روی 4 تا خبر فیک طرف مثل مگس زوم کرده آقا این اینجوری بود، این خبر دروغ بود. چرا خبر دروغ میگن؟ شما نگران خبر دروغین؟ بله. چه کسی به کنسولگری ما در مزار شریف در هرات حمله کرد؟ ما تو لایو قبلی توضیح دادیم چه کسی به کنسولگری ما در هرات حمله کرد، که یکیشون هم دستگیر نشد، بعدن برعکس رفتن. اونایی که گل برده بودن دستگیر کردن. این عکس‌ها رو یادتون هست دیگه، برای چندمین بار دارم نشون میدم. این کنسولگری ماست. شما نگران خبر دروغین؟ این کنسولگری مثل این آقا مسلحه، این هم ماشین طالبانه، کنسولگری هم سراخ سراخ دارن میکنن. این پرچم طالباست، این هم کنسولگری ماست، هوا کرد. اینجا عکسای من خدمتتون نشون دادم که طرف رسما داره تیراندازی میکنه به در کنسولگری و این داره با کلنگ میکنه. بعد همینجا طرف داره تماشا میکنه، در مسلحه، داره این بابا رو تماشا میکنه که دوربینای امنیتی رو با کلنگ میکنه. دوربینای امنیتی کنسولگری ماره. چرا دارم تاکید میکنم؟ حالا در ادامه براتون توضیح میدم. داره تیراندازی میکنه به در، مسلح. حالا خبری که در ایران منتشر شده در این باره چیه؟ ببینیم کی خبر دروغ منتشر میکنه. بفرمایید. خبرگزاری مورد علاقه شما. منابع در هرات میگویند پشت صحنه این تظاهرات گروه‌های غرب‌گرای جنبش عدالت و آزادی و تیم بانوان عدالت‌جو که پیش از این توسط غربی‌های حاضر در افغانستان تامین مالی می‌شدند هستند و این گروه‌ها برای روزهای آینده نیز فراخوان تظاهرات دادند. شما نگران خبر دروغی؟ اگه مگس نیستی برو این خبرها رو در بیار. اینهایی که الان به شما نشون دادم، اینا بانوان عدالت‌جو هستن که انگلیس‌ها کمکشون کردن. اینا الان بانوان عدالت‌جو، این با ماشینشون بانوان عدالت‌جو اومدن جلو کنسولگری تظاهرات میدن. شما نگران خبر دروغی؟ این خبرسازی هاست که باعث میشه چهره مزورانه ای از شماها برای مردم ایران ترسیم بشه. جمهوری اسلامی تصویر نمیکنه، شما تصویر میکنید. یک جریان هستین یا اینقدر تو حلقتون ریختن، پروژه بهتون دادن که زورتون میاد میگه چرا نگفتی، چرا شما نمیگین این خبرای دروغ رو؟ اینا بانوان عدالت‌جو هستن. آها، توف تو صورتتون، شما چه موجوداتی هستین؟ مثل ریگ دارین دروغ میگین، مثل ریگ. میگه میخوان یه کاری بکنم، بگن ایران کاری به شیعیان افغانستان نداره. آقا اومده گل برده جلو سفارت، یارو رو گرفتن تا خورده کتکش زدن، بعد اینا که حمله کردن تیراندازی کردن به سفارت،
اون بابا گفته اینا جاهلن، مجبورش کردن بیا تو تلویزیون رسمی عذرخواهی بکنه که چرا به اینا گفتی جاهل. بعد شما میگین هیچ خبری نبوده، بانوان عدالت جو بوده. خب این تزویر دیگه، این خبر از این دروغتر چرا شما صداتون در نیومد؟ لال شده بودین اون موقع. مگسا یه دوستی هم پیام داده بود که آقا در مورد کشت کوکنار چرا اینجوری صحبت کردیم، مگه طالبا کار بدی کردن ممنوع کردن؟ آقا دروغ میگن، خب دروغ میگن. اینا خودشون قرارداد پرورش، خبرش هم من تهیه کردم، حالا یه شب دیگه نشون میدم، قرارداد پرورش پروسس در واقع به تعبیر افغانستانی ها، یک کارخانه چرز یا همون حشیش رو با طالبا خودشون قرارداد بستن، قرارداد بستن که فراوری بکنن این محصول رو، اعلام هم کردن. حالا خبرش رو براتون پیدا میکنم میخونم. نکته دیگه دوستان، همه اینجا الان مزار شریفه، خیلیاتون که رفته باشید افغانستان اون حرم منصوب به مولا علی رو یا رفتید در مزار شریف دیدید یا عکساشو لااقل دیدید. اینجا اون حرم، باغچه های اون حرم رسما کوکنار کاشتن. اینا قوزه های تریاک دیدید. بفرمید کدوم ممنوعیه؟ این همون حرم مزار شریفه. این هم یه عکس دیگر، بفرمید. این همون حرم، دوستانی که رفتن میدونن اینجا کجاست. این باغچه های اطراف حرم منصوب به حضرت علی هست. طالبا توی این باغچه ها تریاک کاشتن. شما میگی ممنوع کردن؟ دلت خوشه؟ این قوزه های تریاک رو نمیبینی؟ به هر حال ببینید دوستان، هر کسی باید در حد خودش در واقع حرفتون مقدار سواد داره. طرف میگه من اطلاعاتی در این باره ندارم، بعد جای دانایی کلا میشینه راجع به همه چی حرف میزنه. اطلاعات نداری دهنتو ببند. یک خبر دیگه هم بود که خیلی جالب بود. اینا وقتی که این عملیات های انتحاری رو انجام میدن، به شهادت میرسونن، همین خبری که براتون گذاشتم، 5 تا از شیعیان هزاره رو توی مسیر دره صوف زدن. خب اینا که مدعی هن داعش در هیچ جای افغانستان نیست، در هیچ جغرافیایی ندارد، اینجا سوال پیش میاد اینا کی هن؟ اون موقع میگن بله اینها دوستمن. بعد چند تا خبرگزاری هم تو ایران میان شروع میکنن که آقا دوستان 250 میلیون پوند از انگلیس پول گرفته تا داعش رو در شمال افغانستان کمک بکنه و بنیان بگذاره. حالا جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که خود طالبا میان اینو انکار میکنن، یعنی طالبا گرفتن چنین پول رو رد کردن، گفتن اصلا انگلستان بریتانیا هیچ کمکی در این باره نکرده. اینا میگن نه نه کمک کرده، شما خبر نداری. برای این که نمیخوان قبول بکنن آقا بخشی از اینها خودشون داعشن، همون حرفی که کیهان زده. شکل این خبرگزاری، خبررسانی سرشار از فریب و تزویر. یعنی شما مثلا برای همین درگیری مرزی، این درگیری مرزی که اخیراً پیش اومد قبل از این ماجرای دوغارون، خبرگزاری های ما نوشته بودن که در امروز در منطقه هیرمند و در مرز افغانستان درگیری میان اشرار مسلح
و نیروهای مرزبانی کشور ما صورت گرفت که اشرار مسلح پس از مواجهه با پاسخ نیروهای ایران مستقر در مرزهای شرقی مجبور به عقب نشینی شدند. این اشرار آقا چرا دروغ میگی؟ یه خبرگزاری دیگه هم که نوشته سوء تفاهمه. حالا خود امارت چی میگه؟ این خبر چیز امارت از روی کانالشون دارم میخونم که یکی از دوستانم استوری کرده. اونا نوشتن به اساس گزارشات بعد از ظهر امروز مرزبانان ایرانی به اراضی افغانستان داخل شده بودند که با اعتراض نیروهای مرزبانی امارت اسلامی افغانستان مواجه شدند و در حال حاضر بین نیروهای مرزبان امارت اسلامی و ایران بحث گفتگو جریان دارد. ایرانی ها در کوشش توجیه عملکرد خود هستند. خب اون خبری که خوندم بازتاب این خبر تو رسانه های ماست. این خبرها دروغ نیست؟ شما نگران خبر دروغی؟ پس فطرتا 8 ماه داره رسانه های ما خبر دروغ از افغانستان میده. چرا صداتون در نیومد؟ یک مش جوجو رو ریختن این وسط که باید بیاید بشینید تازه از بی بسم الله به یارو یاد بدی آقا افغانستان چی هستن؟ بعدن بیاد همه تو باسمون حرف بزن. یه بار گفتن احمد مسعود صهیونیست، یه بار گفتن دوستان داعشی. اخیراً که دوباره این اتفاقات افتاد، دوباره اومدن اون ویدئوی قدیمی که مال یه بدبختی بود که ما یه شب هم آوردیم، آقای احمد شاه فرید که آمد توی لایوای ما و صحبت کرد و توضیح داد آقا ماجرا اصلش چی بوده، چجوری ویدئوی رو قیچی کردن. اومدن دوباره گفتن آقا این انفجارا و فلان کار احمد مسعوده. این همه دروغ اینا میگن، شما چرا اونجا صدا در نمیاد؟ شما چرا اونجا ساکتین؟ این ویدیو رو پخش کردن. تو ايش خراسان میگه؟ ما خراسان میگه. تو ايش مسلمان صفاتی؟ مردم ما شما مدفراتی و مسلمان هستن. تو ايش میخواین تو قوم مون از طالب بگیره؟ خب مردم ما میخواین تو قوم از طالب گرفته شما. تو ايش اکثریت مطلقش تاجک و پارسی زبان است. حضور پشتونا کمتر است. عزیز به تحریر و جمعیت اسلامی رو با اونا همکار هستن. خب مردم میبینه که چه حضور ما هست. همین دلیلی که مردم با داعش همکاری نکنه چیه؟ منتظر میشینن که فلانی خان از فلانه جای بیاید بحث مقاومت مطرح بکنن باز ما بریم فردا پس فردا جمعش بسازیم. داعش و رسمه اونهایی که لایوهای ما رو دیدن یادشون هست ما این بزرگوار رو آوردیم توی برنامه خودمون، کاملا توضیح داد که چی گفته و ماجرا چی بوده. اونجا ایشان قضیه رو باز کرد و هم ماجرا هم حل شد، تموم شد رفت. حالا 4 ماه از این ماجرا گذشته، دوباره یک اتفاق افتاده، طالب رفته ترکونده 4 جا رو، اینا نمیتونن بزنن گردنش، میگن مشکل داعشه و داعش کیه؟ اینا احمد مسعود، اینا هم طرفدارش. حالا این یه بار جواب داده شده، توضیح داده شده که آقا دروغ گفته، این داره یه چیز دیگه میگه. حالا چی میگه من در ادامه توضیح میدم چی میگه. و جالبه که این کارو همزمان هم دوستان انقلابی انجام میدن، هم یک بدنه طالبان توی فضای مجازی. شما اینو ببینید، این شخص به نام فرید چراکمی نام داره و یکی از اعضای موافقت دوم و یا همین خود همین مسعودیزم و اینمی مردم هستن. سرکه که در یک پارک برای پدر احمد مسعود فرانسوی با نامش میخواست بکنه، مایی که دست احمد مسعود که میبینی اونمون نفر آورده. یک اماهنگی بین از یا وجود داره و هیچ کس چیمپوشی کرده نمیتونه از یک پای ما. دست احمد مسعود در سر شانه اینمی نفر و تشکری میکنه. اما بیاین ببینیم که این نفر که اینا براتون خوب صحیح نشان دادم، لطفا از یادتون نرمیم، مگر تا هوایی صحبت کنیم هیچ کسی چرا نمیفهمه. اینا ماندیم که این نفر دستش بالای شانه اون نفر دیگه و گفت تشکری میکنم. اینا کی هست؟ یک بار امین نظریات این نفر کی هست؟ شوان فراسانی ها تو ایش خراسان میگه؟ تو ایش
این بخش طالب بود که داره این ویدئوی جعلی رو پخش میکنه که بگه آقا همین مسعود داعش این کار رو به سالهای داخلی ما کرد. یعنی اومدن دوباره بعد از 7 ماه دوباره همین رو پخش کردن. اون موقع که پخش کردن اومدن گفتن که آقا این این بدبخ اومد تو لایف توضیح داد، ما هم توضیح دادیم که چی به چیه، ماجرا حل شد. رفت یکی از دوستان به من پیام داد آقا اینقدر این ویدئو رو دارن در رسانه های یک طیفی از توی ایران دست به دست میکنن که من خودم قاطی کردم. میگه نوشت من که لایو شما رو دیدم با این آدم، من برام تردید ایجاد شده که آقا واقعا قضیه چی بوده، اصلا لایو تو رو فراموش کردم. اینا دوباره هر چند وقت یک عکسی باز میارن در میارن، مثل عکس مسعود که مال 3 سال پیش بود، عکس دوستان که مال 2015 بود، و یه جنجالی درست میکنن. همون موقع یکی از این خبرگزاری ها دارم دنبال مطلبش میگردم، عذرخواهی میکنم ازتون، همین رو منتشر کرده و گفته بود بله اینا داعشن و دارن نیرو جمع میکنن. و اونجا ما یک لایو گذاشتیم و توضیح دادیم، بعد برای این خبرگزاری نتایج رو فرستادیم که آقا اینا، این آدم اومد توضیح داد، برید از پستی که گذاشتید عذرخواهی کنید، پست رو پاک بکنید. این کارو نکردن که هیچی، پافشاری هم، یعنی معلوم میشه که هدفمند با چه میدونم یا دستمزد گرفتن یا معلوم نیست که با چه هدفی هر چند وقت این ویدئو رو دوباره در میارن دوباره پخشش میکنن. شما 100 بارم جواب بدی بگی آقا ماجرا این بوده، اینا دوباره اینا این کارو میکنن، خب این فریبه دیگه، این تزویره، میاد دروغ میگید راجع به و خدا کنه اینو پیدا بکنن. من عذرخواهی میکنم ازتون، به هر حال یه نفرم، نه دستیاری دارم نه امکاناتی دارم، خودم باید با اونم یه گوشی که شکسته این مطالب رو، مثل این دوستان 1001 شبکه در اختیارمون نیست که شبکه های تلویزیونی با من مصاحبه کنن، پست های فلان و بهمان صحبت بکنه، خودمونی خودمونی. به هر حال من دارم سعی میکنم اون خبری رو که اون خبرگزاری اون موقع نشر کرده بود رو پیدا بکنم. اما این آدم داره چی میگه؟ بذارید اینو براتون توضیح بدم. امشب خواهش میکنم این لایو خوب گوش بکنید. ممکنه کمی به سر این که عرض کردم مطالب منسجم نبود و من نتونستم تزار همان کنم، یکم حرفا پراکنده بشه، اما گوش بکنید پاسخ خیلی از سوالاتتون میگه. ایشان داره توضیح میده، میگه آقایونی که دارید طالب رو تطهیر میکنید، یک عده جوان هستن در افغانستان که اینها با طالب مشکل دارن، اینها تحت فشارن و خواهی نخواهی با طالب وارد جنگ میشه. این آدم ها رو اگر ولشون بکنی، اینها میرن نگاه میکنن میبینن اه داعش هم میگه ما خراسان میخواییم، داعش هم پرچم متفاوت داره، حرف از خراسان میزنه، میگه ما ضد طالبیم، همین حرفای ما رو میزنه، منظورش حرفای جبهه مقاومه. میگه اگر ادامه پیدا کنه این وضع، این بچه ها میرن جذب داعش میشن، میرن میشن جذب داعش و این گناهش گردن شماست، شما دارین باعث میشین که اینا داعشی بشن. ایشان داره این توضیح رو میده، این مقدمه حرفش رو در آوردن که این حرف رو، این توضیح رو داره میده که آقا داعش هم اینو میگه، داعش هم میگه خراسان، داعش هم پرچم مستقل داره، داعش هم میگه آقا ما دشمن طالبیم. این داره هشدار میده، میگه اون جماعت جوانانی که در افغانستان هستن و میخوان علیه طالب بجنگن،
شما اینجوری دارین اینا رو هول میدین تو بغل داعش و این کار رو دارین میکنین. بله دوستان من این کار رو دارین میکنین، یعنی این تزویر رو وقتی میبینه اون جوان افغانستانی هیچ راهی براش نمیمونه دیگه. میبینه که آقا اغلب کشورهای همسایه که با طالب بستن، نیروی مقاومت هم که حتی شما بهش اجازه نمیدید یک دفتر رسمی بزنه، یک تابلو داشته باشه، هیچ کمکی هم بهش نمیکنه. اونم تا خرخرش رسیده، طالب اومده جستجوی خانه به خانه کرده، طالباس زن و خواهر و مادرش رو گشته، این آدم به خرخرش رسیده، یهو داعش بهش میگه آقا بیا بیا. حالا داعش کیه؟ داعش شبکه حقانی در طالبان. یعنی در گذشته هم اینها با آقای غنی زد و بند داشتن، همون موقع هم خیلی جاهایی که میترکوندن رو اینا میترکوندن، همون مثلا در انترکانتیننتال وقتی اینا حمله کردن گفتن داعش حمله کرده، ولی خب یک بدنه از طالب بود که این کار کرد، شبکه حقانی بود. با دولت غنی هم همکاری میکردن، مثلا غنی برای همین انس حقانی رو رها کرد، یک زد و بندی کردن به غنی هم فشار آوردن اونا ولشون کرد. این تیکه رو گوش کنی چجوری داعش هم همکار غنی بوده هم همکار طالبان. یک نیروی مفتی در افغانستان هست، یک جماعت افراطی که اینها با یک قوره سردیشون میکنه با یه مویز گرمیشون. سران اینها رو غنی گرفت زندان کرد، که بعضیاشون رو اعدام کرد بعضیاشون رو تطمیع کرد، بعد نیروی پیاده اینها رو در اختیار کرد. مثلا میخواست به جنبش روشنایی حمله کنه، آها مشخص میخواست به اینا حمله بکنه، یک نیروی اینا رو میفرستاد. اینا کی هن؟ شبکه حقانی، انس، بزرگانشون دیگه. یک نیروی اینا رو میفرستاد میرفت اونجا خودشو میتره کن. اینها مثلا میومدن، یادتون هست توی استان سرپل یه تعدادی از نیروهای داعش محاصره شده. استاندار سرپل اون موقع در زمان آقای غنی اعلام کرد که یک عده هلیکوپتر شبانه آمدن اینجا پایین شده، اینا رو بردن. اینا همین نیروهای همکار امنیت افغانستان بوده. یک کسی مثل اون آقای مولوی نیازی که توی غرب افغانستان چیز میکرد، قوقا میکرد که آقا من میام تو زاهدان بمب میذارم، من میام توی تهران بمب میذارم، اونم همین بود دیگه. اونم از همکارای طالبان بود که با امنیت غنی هم کار بود. حالا غنی رفته، این پیاده نظام داعش با بخشی از رهبریشون باقی مونده در خدمت شبکه حقانی. آقای انعام الله سمنگانی که میگه داعش وجود نداره، جغرافیا نداره در افغانستان، راست میگه، چون این کارا خودشون میکنه. فقط اشتباه اغلب این جماعت رسانه‌ای ایران یا بخشی از افکار عمومی ایران اینه که همه چیزو تک مشهور می‌بینه. آقا این بده اون خوبه، طالب یا خوبه یا بده. آقا اینجوری نیست، یه چیزی این وسط وجود داره. شما با بخشی از طالبا کنار اومدی، این نماینده همه طالبا نیست، اتفاقا اینا اقلیتن. آقا ما یا با طالب باید جنگ کنیم یا صلح کنیم. آقا اینجوری نیست، یه کانتکست، این یه عالمه، این وسط چیزی وجود داره، راه وجود داره. توانایی نگاه کردن به مسائل رو ندارم، اینطوری نمیتونم نگاه بکنم، فقط صفر و یک، خوبه بده، سیاه سفیده. شما این حرف من یادتون بمونه، روزی خواهد رسید که ما بگیم آقا چرا، بارها همینطور که گفتیم، آقا اندیشه وارد جنگ شدن ایران با طالب یک اندیشه غلطی، هزار راه دیگه این وسط هست. این دوستان وقتی میبینن ما با طالب مخالفت میکنیم که چرا بریم جنگ بکنیم، نه آقا صد تا راه دیگه هست، ما اونا رو گفتیم ولی شما نمیشنوید. حالا امشب دوباره میگیم، گوش کنیم. روزی خواهد رسید که اینا طرفدار جنگ بشن، باز ما بخوایم افسار اینا رو بگیریم، یعنی همینایی که میگفتن آقا شما میگین ما وارد جنگ بشیم چیکار کنیم بریم بهتر کنیم، روزی میرسه باز اینا طرفدار جنگ بشن، ما جلوشون رو بگیریم. تو همین چند روز که لشکر 88 زرهی رفته سر مرز، من بعضی از این
اکانت ها رو دیدم پست گذاشتن آقا بزنید بکن. آقا چی شد؟ شما که میگفتین ما اینا رو میبریم طرف جنگ. نه آقا، نه بکوبید، نه اصلا. کار خطای بزرگیه که ایران بخواد با طالب وارد جنگ بشه. طالب به اندازه کافی در داخل افغانستان دشمن داره، طالب به اندازه کافی در افغانستان مغضوب هست. شما هیچ کار نمیخواد بکنید، شما فقط به طالب کمک نکنید، علیه دشمن طالب هم توطئه نکنید. من اگر جای جمهوری اسلامی بودم، تصمیم گیر بودم در این سرزمین، به جای که لشکر 88 رو ببرم که بخوام هشدار بدم به طالب که آقا مراقب رفتارت باش، به این دلیل اون تانکا رفتن دیگه، اینا که نمیخوان جنگ بکنن، رفتن یه هشدار بدن، یا به جایی که هلیکوپتر بفرستم توی آسمان افغانستان که به طالب هشدار بدم، میومدم اسماعیل خان بدبخت رو از حذف خانگی آزادش میکردم. آقا بذارین بره کارشو بکنه، میخواد توی غرب افغانستان جبهه باز کنه، چرا جلوشو گرفتیم؟ میومدم به احمد مسعود اجازه میدادم دفتر داشته باشید. آقا شما نمیخواد با طالب وارد جنگ بشید، فقط جلوی اونهایی که میخوان با طالب وارد جنگ بشن رو نگیر، به اونا نگو صهیونیست، الکی بهشون برچسب داعش نزن. دوستو مگه میخواد به جنگ با طالب میگی این داعشه، احمد مسعود میخواد به جنگ میگی این صهیونیست، عکس با برنالوی در میاری، دفترش رو اجازه نمیدی حتی اینجا دفتر رسمی داشته باشه. اسماعیل خان میخواد جبهه باز بکنه، بهش اجازه نمیده، همشون تخت بند کردید. آقا نمیخواد لشکر بده، نمیخواد جنگ بکنید با طالب. بزرگترین اشتباه اینه که ما وارد این واتلاق بشیم، هیچ کاری نمیخواد شما با طالب داشته باشید. شما اینا رو بل بکنید، مزاحم اینا نشین، بذارین کارشون رو بکنن. اگر هم همت دارید مثل حاج قاسم کمکشون هم بکنید، نمیخواد نیروی ایرانی رو درگیر بکنید. تصویر اینه که شما از یک طرف لشکر 88 زرهی بلند میشه میره لب مرز مستقر میشه، وزیر کشور ما میگه برای جلوگیری از تجاوزات مرزی طالبا و ارضی طالبا رفته اونجا، هلیکوپترهای ما میرن تو آسمان اونها، از اون طرف لشکر رسانه‌ای ما توی کابل داره سرویس میده به طالب با پول این مردم، سریال میسازه برای رسانش. این تزویره. شما بیاد جواب حسین دهباشی رو بدید. آها، مگه حسین دهباشی چلنج نداد به شما؟ مگه براتون همینجا مگه لایو نگذاشتیم؟ مگه هم توضیحاتش رو نشنیدیم؟ چالش مگه اعلام نکرد؟ بفرمایید، الان دوباره براتون پخش میکنم. دوستان من یه توییت عجیب زده آقای دهباشی، فریدین از چه مراکزی رفتن به کابل. دوباره بذارید از آورش بیارم. شما بیاید جواب اینو بدید، شما که حرف از تزویر میزنید و میگید دروغ چرا گفته میشه، اون جماعتی که رگشون باد کرده، بیان جواب حسین دهباشی رو بدن. آقا تزویر اینه که از این طرف لشکر میده به مرز، مزاحمت های طالبا، انفجارهایی که دارن میکنن، خودشون میرن تیراندازی میکنن به کنسولگری ما که خاک ماست، کسی گل میبره دستگیر میکنن، بعد شما بهشون سرویس رسانه ای میدین. این تصویره، خبرش هم نمیذارید منتشر بشه. یواشکی دوستان من یه توییت عجیب زده آقای دهباشی، توضیح داد که چه تعداد نفر از چه مراکزی رفتن به کابل برای آموزش نیروهای رسانه‌ای طالبان. من دوستان رو به چالش و تکذیب یه بار در این توییت دعوت کردم. من همانجا و همین الان بنده دوستان عزیزم در مؤسسه اوج، در مؤسسه سراج، دوست عزیزم آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، دوستان خبرگزاری تسنیم رو دعوت میکنم که اگر واقعا نیرویی نفرستادن به افغانستان و اون هم از این بخش ها، این بخش هایی که در واقع وظیفه جعل خبر رو دارند، وظیفه تقلب در اطلاع رسانی، وظیفه تهمت زدن، وظیفه استفاده کردن از
ربات به جهت گزارش کردن صفحات و از دسترس خارج کردن صفحات منتقدین. اگر چنین گروهی رو ندارن یک کلمه عرض بنده رو تکذیب بکنن و مهمه اونها رو به این چالش دعوت میکنم. بلافاصله هر کدومشون اگر این کار کردن، این به معنی این هست که پیشاپیش پذیرفتن که بنده جزئیات این که چه نفری کی با چه هدفی به کابل رفته و الان در کجای کابل مشغول چه کاری هست و زیر نظر چه کسی رو خدمت دوستان ارزم. دوستان بزرگوار متوجه شدید حالا وقتی خبرنگاری از اونجا خبر تهیه میکنه امید باشی میگه من گفتم آقا من میرم، میگم طالب خوب طالب بد، گفتم نه همینم نه، ما هیچ انتقادی رو علیه اینها بر نمیتاریم. خب طبیعیه که حالا میشه فهمید که اون گزارش ها از پنجشیر و از کابل چجوری در میاد. همون موقع بحث این مطرح شد که ما به افغانستان بیاییم، خود دوستان گفتن که ما امکانات رو در اختیارتون قرار میدیم شما بیاید، اما از توش نگاه ضد طالبانی در نیاد. اومدیم گفتیم خب یه قراری بگذاریم، ما میایم آنچه که میبینیم گزارش میکنیم، اما طالبان رو تقسیم میکنیم بر طالبان خوب و طالبان بد، یا طالبانی که عوض شده و طالبانی که هنوز همون افکار گذشته خودش رو در حوزه‌های مختلف، در ستیز با مظاهر مختلف، در ستیز با زنان و حوزه‌های دیگر دارند، این کار انجام. دوستان به این هم راضی نشدن، یعنی گفتن که اصلا از طالبان انتقادی در واقع نشدند. حالا شما اینو داشته باشید، این نظریه رو فکر میکنید معرف بنده به این مجموعه که نامه رسمی زده بود کجا بود؟ حالا وارد بحثای دیگه نمیخوام بشم. این دوستانی که جماعتی که دارن دفاع میکنن اینجوری هم دیگه، اینا قبلا اون قسمنامه رو امضا کردن، بعدم پولشون داده شده و رفتن این گزارش رو آوردن. وگرنه چرا حسین دیباشی نمیتونه بره؟ وگرنه مگر فقط شما ها رفتین دیدین افغانستان و پنجشیر و چهار روز اونجا بودین؟ مگه محمد صلاحی نبوده تو همین لایو نیومد توضیح داد؟ میگه حتی حاضر نشدن ما بگیم آقا اینا دو بخشن. یعنی این نتیجه که الان کیهان رسیده که آقا یک بدنه از طالب داعش هست که 8 ماه ما داریم داد میزنیم، همین هم اجازه ندادن ما بگیم. خب این تزویر دیگه، این چیه پس اسمش؟ الان هم عزیزان من بس دیگه، دیگه تموم کنین دیگه، همه دنیا فهمید اینا کیه دیگه. در ادامه همین دعوایی که آقا این پست هست اینو بگین، آقا جعفری اونو بگین، یه دوستی گفته آقا طالبا اصلا تجاوزی نکردن، نمیدونم فلان کس گفته هیچی نبوده. آقا کسی که خودش به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. 100 تا از این چیزا توی خبرها اومده، تو فضای مجازی اومده. باز یه نمونه بیارید، سند بیارید. آقا چی بیاریم دیگه؟ توی همین لایو مگه نشون ندیدیم؟ آقا من هر موقع این ویدیو رو میبینم تن و بدنم به لرزه در میاد، خدا شاهد. شما ببینید اینو. خردود میگم منصول منطقه فاریاب، قرشام میگم مختمالم میگم منصول برنشای برق فاریاب، عبدالله، رازق، محمد گل، میشه 4-5 تا مولوی یک زنه شویدار از زنا کنن، از زورم با اونه با زورم بگیره طلاقشه بگیره. اومدن زن یارو بودن داره نام میبره اسامیشون، غیرت دارید شما؟ خب برید جستجو کنید این نام رو. نام میبره آدم های طالب ها رو که زن شوهردار اومدن خودشون طلاق رو دادن، از شوهر برداشتن بردن چند نفر. بعد فکر میکنید شاید یکیشون بگید آلا یک دهشون. آقا این رویه است پره توی افغانستان از این کارا. این در حال است که طالبان در بلسوری برکه ولایت بغلان نامزد یک پلیس را به زور به نکای یکی از افسارشان داره بودن و یکی از همسران مرد دیگر را که دو همسر داشت به نکای یک طالب داره بودن. شما از باشندگان بلسوری برکه ولایت بغلان میگوید که نامزد یکی را گرفتن ازش دادن به یه طالب، یکی دوتا زن داشته، یک زن چی گرفتن دادن به طالب.
آقا اینا چی اسمش اگر تجاوز نیست؟ بازم میخواین؟ یعنی رو که نیست سنگ پای قزوین ها خدا شوهر. گریه های مادری که در برابر چشمانش بالای دو دخترش تجاوز کردن، چاره که دخترانش را شوکه ساخته است. گروه طالبان در قریه یوسف مرزایی ولسوالی اندخوی بلند فاریاب بالای دو دختر جوان یک خانواده تجاوز گروهی کردند. این دختران روایت های تلخی از چگونگی این رویداد دارند، اما میگویند که دو تن از عاملین این رویداد را شناخته است. به گفته آنان صحبت الله و حمید الله که از قریه یوسف مرزایی است با صف طالبان پیوستند و برای چندین سال به عنوان همسایه این خانواده در همین قریه حضور داشتند. من روزه که خویلم با آمدله او را آمدله سر من اول برده فقاشت میکرد از برار کلم سر برده بسید. تجاوز گروهی روی دوتا دختر معصوم نیروهای طالب نامم میدن. اینا دیگه چیزی نیست که بگه مرد این شما، آدم این شما. یک فروردین شاید بگی اینا قدیمیه، این حالا اینجوری نیست. تجاوز گروهی مقامات طالبان روی یک فعال سیاسی مدنی در بادغیس، خادم زهرا فرزند حاجی سقی در قلعه نو بادغیس از سوی حبیب الله مدیر شهری و مولوی عیسی رئیس امنیت استان بادغیس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. همه ای رسانه ها خبرشو زده، یکی دوتا نیست. تازه اینا یه چیزیه که چند تاشو من جمع کرد تا صبح میشه از این فیلم ها پخش کرد. باز میگه کدوم تجاوز؟ آخه حیا نداریم شما خدا شوهر. بیا اینم یه نمونه دیگه است. بسیار جنگ و طالبا گرفته بود. من خودم در مکتب کار میکردم، شوهرم شهید شده، دیگه هیچ چیز نداشتم توانایی که دیگه هم یه سی چور دولاد من کشید مستقی آن ما بردن طالبا. دیگه خودم بسیار رنج نختر را 18 سالی بود طالبا. دیگه بسیار وقت که هیچ دیگه هیچ چیز من هم کرده این سی چور تشتک برآمده شبسم بردشتون داخل خانه آمدن ها. دیگه دختره که جوان گرفتن بردن، دیگه دخترم جرو میکرد از خانه کشیدن بردن میشه. حال 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 شده نه ایج مرده از زندگیش کم شده، ایج نهی فهم کجا هسته. چند تا از اینا ما پخش کنیم تا شما بفهمین که چه خبرتون سرزنی. من کشتم دخترام همه خواستن کردم از داخل خونه با میبرمی با چه نمزه دارم زنه دخترام همه دوام زنه قیب اختر نمیفهمم. از کجا آمدید شما؟ از کشم بدم شما چار پنج تا او داده شان دختران را دوام. یه خانم دیگر کسر میکر بچه ها کشه دروازه را زده بودن که دروازه را باز کن باز نکرده بود به خاطر از اینکه حمایت کنه از همشیرهای خود از شوهرهای خود که طالبان نبیان داخل دست اندازن سر مادرش سر خواهرش. باور کنین مادرش چیخ میزد گریه میکرد ویدیوش پیش من. همه بچیش به ضرب گلوله کشته بودن، هم چهار دختر از خانواده را برده بودن همراه خود زنده مرده از دخترها گم است. فقط اونم یک دختر او رو به تنه طالبان سرشان ریشخند داده بودن که یک دونه را تو بر ما بر خود تحفه بردان، یعنی یک هدیه از طرف ما. یک دختر را برای یک مادر میگن که هدیه از طرف ما قبول کن. بواقع یک درد است، یک رنج است. من زودتر نمیفهم کدام درد از این ملت برای شما قصد. السلام علیکم و رحمت الله. اسم من شاهزاده است، ولایت بابا قول هستم. ما دختر خود در کس داده بودم در خوارزاد خود. از بابای دو ماه تیر شد عمر اجمل برادرش دختری ما را گرفتن فرار کده گرفتن رفت. هیچ کسی نیست که بخصاص ما را نمیکنه، هیچ کسی از نیست بخصاص ما را نمیکنه. ما را گرفتن باید خم لطه کب کدن که چرا بزرگ سری ما میگه که جرامت کنیم. میگه بزرگ ما را گرفتن در لطه کبه. میگه هیچ در دو که در مسئولین که رفتیم پرسان ما نمیشه غیر است. ما را گرفتن در ایتو حالات رسان ما را لطه کب کدن. هم تا اصلا ما مردم بسیار همین داشتیم. این مورایت اسلامی بیاید بسیار با احساس خوبش دارده بسیار همه خوبش میافته. ما بسیار همین داشتیم این اولی که پیش اون سال سال جا میریم پیش هر گنامش که میریم با احساس مجنه بشه.
مقصود ما که نمیشه و نمیشه عطای مردم سایی مفتای که تلتی کن بده رسیم سلام علیکم رحمت الله. این پدر دختره میگه دختر نامزددار منو یه پسر فرماندار طالب برداشه فرار کرده رفته اینجا کتکش زدن یارو داغونش کردن. یعنی پره دیگه من نمیدونم تاود میدازم همین بچه بران دیرم این دختر عبدالنامی اشرم غرمی چیالت میدیشم من کلگی همین آمیشم برشم اون مادرم که من قبلا ویدیوش رو گذاشته بودم این توی یک اردوگاه مال ماه اول گرفتن کابوله توضیح میده چه بلایی سر شما بردن و بعد گلایی میکنه که در جران بسیار بیرست مونه بچه من کشتم دخترام همه خواستم که از داخل خونه بره بچه هم دختر از دستش گرم بگم سی برمی بچه این آموزاد دارم از زنه دخترها من دوا میزنه کای پختن نمیفهمم چار پنج تا تاود دادشان دخترها را دوا میزنن در داخلی تاود میدازن همی بچه بران دین همی دکتر عبدالله همی اشرم بله میگه بچه هم رفته که از خواهرش مراقبت بکنه که میخواستن بهش تجاوز بکنه 30 گلوله زدن به سر و صورتش کشتنش نفرین میکنه کسایی رو که باعث این وضعیت شد اشتهای عبدالواقع. به هر حال ببینید دوستان من از این حرفای توی تاکسی که آقا ما نمیخوایم وارد جنگ بشیم نمیدونم احمد شاه مسعود اومده بود تهران که ایران بیاد کمک کنه هرات رو آزاد بکنیم از این واقعا حرفای توی تاکسی احمد شاه مسعود بسیار مخالف این موضوع بود معتقد بود بعد از داخل خودشون اقدام بکنن و به شدت نسبت به اراضی افغانستان حساسیت داشت موقعی که با نجیب داشت می جنگید وقتی پاکستانی ها به یکی از استانهای جنوبی افغانستان حمله کردن پیام داد به دکتر نجیب الله که آقا من جنگ با شما رو تمام می کنم بیایید همه با هم توی یه جبهه میریم با پاکستان می جنگید. الان هم عزیزان من طالبان نیومدن حکومت بکنن من به شما میگم بخشی از اونها شاید این توهمو داشته باشن که آقا اینا رو آوردن برای حکومت کردن اون بخش دیپلماتشون اما اینطوری نیست. این جماعت برای حکومت کردن نیامده اینا اومدن تا یک جنگ منطقه‌ای ایجاد بکنن و چه گزینه‌ای بهتر از ایران دارن تحریک میکنن ایران خلاصه ایران رو میخوان برسونن به اون آستانه‌ای که درگیری ایجاد بشه و چنین انتخاب غلطی ورود به درگیری با طالب غلط است جنگ با طالب اشتباه شما میخوای طالب رو کنترل بکنی 8 ماه پیش ما داشتیم همین حرفا رو میزدیم دیگه شما میگفتید آقا طالب قول داده اینطوری کرده ما داشتیم به شما میگفتیم آقا اگر طالب به حرفش عمل نکرد شما چه اهرمی برای کنترلش دارید حالا رسیدید به حرف بنده خب ندارید اون اهرم الان ندارید مجبورید لشکر 88 ببرید لبه مرز هلیکوپتر بفرستید هی تو مرز دعواتون بشه اگه اهرم داشتید از داخل خود افغانستان روی طالب فشار می آوردید شما اصلا نمیخواد بهانه بدید از طالب 80% مردم در داخل افغانستان مخالف طالبان الان به خیرخیرشون رسیده از طالب حمایت نکن بهش کاور رسانه‌ای نده سفید نمایش نکن کمک کن به همون مردمی که از ظلم طالب به سطوح اومدن مگه قرار نشد ما کنار مردم افغانستان بیستیم خب بیستیم دیگه معنیش همین الان مردم افغانستان چیه نظرشون طالب به اندازه کافی در داخل خود افغانستان دشمن داره هیچ کسی نمیخواد شما لبه مرز بده عرض کردم همین دشمن هایی که اینا دارن رو راهاشون کنید مزاحمت برای اینا ایجاد نکنید بذارید اینا کارشون رو بکنن بذارید دفترشون تابلو داشته باشه بذارید نیروهاشون رو منظم بکنن مگه نمیگید جمهوری اسلامی با چند تا لاین کار میکنه نیایید دو تا لاین دیگر فدای لاین طالب بکنید
آقای آقا میری بوارد ظاهرن به سلامی نوشتن، من متوجه نشدم. علیکم السلام جناب آقای حسن آقای آقا میری. عرض شد که یک دمی وسط هیجان زده شدن آقا موشکا رو بیاریم بزنیم، نمیدونم یک دم دارن دو طرف رو تحریک میکنن. آقا کجا بزنیم؟ چی رو بزنیم؟ صبر کن داداش، آهسته با هم بزنیم. تا دیروز همین شما ها ما رو متهم میکردید که میخواییم تو بارد جنگ با طالب بشیم، حالا موشک کی موشک بیاره؟ عرض کردم یک زمانی میرسه که خود اینا طرفدار جنگ میشن، چون صفر و صد میبینن دیگه، یک معادله یک مجهول. بعد ما باید بریم جلو اینا رو بگیریم. باز آقا شما میدونی 80% مردم از ترس ساکتن، اینا از دست طالب به تنگ اومدن، کوچه اجباریشون میدن، جال و مال و نوامیسشون در خطر. دیدید نمونه هاشو براتون پخش کردم دیگه، دم به دم انتحاری، تا لباس زناشون رو میرن میگردن، هر روز میکشن، ناپدید میکنن اینا رو. چطور ممکنه این مردم راضی باشن؟ خواهی بنا بود ما سمت مردم افغانستان باشیم که رهبری هم فرمودن، معنیش کاریه که شما دارین میکنین؟ میری به طالب مشورت رسانه‌ای میدی، میری کنار طالب میستی، هر روز سفید میکنی، طالب میاد به کنسولگری تو تیراندازی میکنی، تو میگی بانوان غرب زده بودن. با تطهیر طالب و ماسمالی کردن جسارت های اینا، این باعث شده که ما به اینجا برسیم. واقعیت رو بگید، نه تعریف کنید از طالب، نه سیاه نمایی کنید، همین چیزی که هست رو بگید. نه اینکه طالب حمله میکنه شما میگید بانوان فلان بودن، طالب میاد تجاوز مرزی به تعبیر آقای سردار وحیدی میکنه شما میگی سوء تفاهم مرزی بوده. آقا تا کجا میخوای بری جلو؟ شما اصلا مخالفان طالبان رو به رسمیت نمیشناسی. وقتی که دوستان من خوب دقت کنید به این نکته، اون آقای احمدشاه فریدم که میگفت داعش هم همینو میگه، حرف درستی میگه. آقا ما کلی جوون مخالف طالب داریم بین تاجیک ها، هزار ها، ازبک ها، حتی پشتون ها. خب تو مقاومت تو که نمیذاری ظهور و بروز در افغانستان داشته باشه، اینجا تو ایران تخت بندش کردی، حتی اجازه نمیدی یه تابلو داشته باشه. هیچ امکاناتی هم که بهش نمیدی. خب اون جوون اونجا چیکار میکنه؟ میخواد بره علیه طالب یک مقاومتی بکنه، یک کاری بکنه. مقاومت نیست، طالب با یک نام دیگه، حقانی با یک نام دیگه، با نام داعش میاد جذبش میکنه، میگه بیا بیا ما با طالب میجنگیم، اونم گول میخوره میفته تو بغل طالب. عملا شما با این سیاستتون دارین داعش سازی میکنین تو افغانستان. متوجه عرض من شدین دوستان من؟ با طالب دارن تحبیب قلوب میکنن، جلوی مقاومت رو گرفتن، نمیذارن تکون بخوره. آدمی که توی افغانستان ضد طالبه، انبوه جوانهایی که هستن اینجا، چه وضعی براشون پیش میاد؟ اون آدم که نمیتونه بیاد تحلیل بکنه. تازه اینایی که مدعی ما رفتیم افغانستان خودشون خدای رسانه میدونن، تحلیلاشون نقد آبکیه. اون جوان که نمیتونه تحلیل بکنه، خب بعد دعاش میگه آقا بیا ما علیه طالبی، ما خراسان میگیم، ما فلان میگیم، جذبش میکنیم. عملا الان سیاست جناحی از بزرگوارانی که در افغانستان کار میکنن برای ایران، عملا داعش سازی از همین معادله که براتون توضیح دادم. گول میخوره، میری تو بغل طالب، طالب با همینا شاخه انتحاریشو پشت پرده درست میکنه علیه خود شما، بعد هشدار میده به ایران. شما خودتون دارین به تقویت داعش تو افغانستان کمک میکنین. بیچاره اون جوون هم فکر میکنه داره علیه طالب میجنگه همراه داعش، میفرستنش به فلان مسجد، میگن برو حمله کن، برو به فلان مدرسه، برو بین مردم. بعد میگه همین ایجاد آشوب به حکومت طالب ضربه میزنه، از بین همینا سربازگیری میکنه. کی عاملش بوده؟ اون چهار تا لاینتون کجاست؟ شما که فقط با طالب دارین میزنین. تنها کاری که کردین یک جلسه گذاشتین بین احمد مسعود و امیرخان متقی که بهتون ثابت شد که اینا چه موجودات پلیدی، یعنی جماعت طالب. اومده اونجا میگه آقا وقت جلسه بعدی رو معلوم کن. متقی میگه ما اختیارات نداریم. اختیار جنگ رو داشتین، اختیار ندارین جلسه بعد معلوم بکنی؟ بعد شما با او داری ادامه میدی؟ این جریان رو اصلا نادیده میگیری و
وقتی هم میگم مقاومت فقط حرف از احمد مسعود نمیزنم، آقای پدرام هست، نمیدونم آقای سادات هست، 10 تا جبهه هم تو افغانستان. از مسعود خوشت نمیاد برو با این جریان دیگه کار کن، اما اهرم داشته باش برادر من که وقتی طالب به کنسولگری حمله میکنه مجبور نشی لشکر بکشی، بتونی از داخل خونه همون افغانستان یقشو بگیرید. خب این جوونو میبرن اینا، بعد یه مدتی هم شوشوشی مغزی میشه یا اصلا یک جرمایی رو مرتکب میشه که توان برگشتن نداره. یه دوست بدخشی من خودم داشتم، اصلا ایران بود، هی به من گفت، به اون یکی گفت، کسی نتونست کمکش بکنه، میخواست بره بپیونده به مقاومت. دوستانم اینجا هی میگن اونایی که مخالف طالبان برن بجنگه، کدوم از کجا برن؟ مرز که رد میشه اونجا طالب میزنه، میگیره اعدامشون میکنه، کم مگه تا حالا نکشتنشون؟ راه بازه، شما کمکشون میکنین برن تا من 10,000 تاشو بهتون معرفی میکنم. این بیچاره گشت تو تهران و مشهد و هیچ که نتونست کمکش بکنه، اینجا هم دید هیچ خبری از مقاومت نیست و هیچ، نه دفتری نه دستکی نه ارتباطی، رفت تاجیکستان. میگفت من رفتم مثل خیلی دیدم صدها نفر اونجا تو تله اینا افتادن، یکی ده گفتم آقا مقاومت و همه چی ما پیوستیم، یه دیدیم آقا اینا دعاشون هستن، کارهایی که از ما میخواستن میگه هولناک بود. ما بهشون نگه میگفتیم آقا بیایید به قطار طالب کمین بزنیم، میگفتن نه مسجد فلان رو بتر کنیم، این 10 برابر طالب بیشتر بیاب میشه، بیاب رو میشه، مهمات و نفر و پولم زیاد کار نداره، این بهتر، تلفات ما هم کم. میگه من یه بار جرأت کردم گفتم آقا چرا تو نماز جمعه های طالب انتحاری نمی کنی؟ که میگه قصد جان خودم رو کردن، گفتن تو آدم مشکوکی هستی، جاسوس هستی فلان، که بعد فرار کرده بود ازشون رفت تاجیکستان. آقا اینا خودشونن، روزنامه که هم درست فهمید بخشی از بدنه طالب داعشه، بیایید تفکیک کنید. آقا حسین دهواشی بدبخت میگه ما گفتم آقا بگیم بخشی از اینا، میگه نه اینم نه. خب طالب که یک دست نیست، نه آقا اینو که دیگه هر ننه قمری میفهمه که بابا چی بگم بابا خون میشه دیگه. بگذاریم دوستان من، من باز تاکید میکنم هیجان زده نشید، وارد این کشمکش های مجازی نشید. تحریک ورود ایران به جنگ با طالب اشتباه ترین کار ممکنه، خود افغانستانی هم دلخواهشون نیست، اونا خودشون از پس طالب برمی، شما کمکشون بکنید، مزاحمشون نشین لااقل، بعد ببینین چی کار میکنه. نیاز نیست هیچ لشکری ببرین و هیچ جنگی بشین، نه موشک میخوان. این دوستانی که این چیزا رو گفته بودن که آقا موشک بزنیم بریم و نکنین، آقا این چیزا رو واردش نشین، این بحثا رو، اینها توی فضای مجازی هم که میشنوین دیگه. حالا من یک نمونه شو براتون پخش کنم. بعد از اون ما میره میخواستم اعلام کنیم که ما شعبه خود ما را از امارت اسلامی افغانستان در کشور ایران و در کشور هندوستان در منطقه حیدرآباد پاک هندوستان و همچنین در جرمنی ما صادر کردیم. ما اینجا حضور داریم، حضور فیزیکی و حضور معنوی داریم، ما همراه دوستان صحبت میکنیم و انشاءالله انشاءالله ما این را به شما مردم افغانستان تصویر میکنیم که ما انشاءالله در چند ماه آینده مشهد او منطقه خراسان رضوی را بر شما پتا میکنیم و انشاءالله مشهد هم از ما خواهد شد، شما این را باید داشته باشیم. میگیم مشهد رو میگیریم، مشهد رو فتح میکنیم، فتح میکنیم. اینا توی فضای مجازی طالبا هنچی حرفایی میزن، حالا اینا که شوخیه، یعنی خواب این چیزها رو باید ببینن.
اما این دوستانی که عزیزانی که میان تطهیر میکنن این صداها رو بشنون، شوخیه ولی به هر حال بد نیست. تو طالبا همچین چیزایی هم ممکنه پیدا بشه. به هر حال عزیزان من، از این مسائل و از این احساسات تحریک نشین، وارد این بازی نشین. اگر میخواد کسی کمکی به افغانستان بکنه بیاد به جبهه مقاومت کنه، نمیخواد جنگ کنید با طالب، نه لشکر ببرید، نه اجازه بدید الان جبهه غرب میخواد اسماعیل خان باز بکنه، کلی نیرو داره، اجازه بدید این کارو. اگر هم تخصصی ندارید در افغانستان، لاغل به حرف اون ملاهایی که این کار بلدن گوش میکنه. به هر حال یک کارشناس در از آسمون نیفتاده که فقط اون بلد باشه افغانستان، بقیه هم بلد. اما متاسفانه الان یک جریان داره به حرف خودش رو تعیین میکنه، به کرسی بنشونه، یک عده خدمه رسانه‌ای هم به خدمت گرفته، یه حالی به اینا داده، حالا سفری برده، کاری کرده. مملکت هم قائمه به اغلب این آدم هاست دیگه. به تعبیر اون دوستمون یه پستی من گذاشته بودم، حالا بگردم این وسط بد نیست براتون اونو پخش بکنم، که میگه این بود وزیر مالی بخواد از عامه مردم بیشتر بشه، این آدم لیاقت مسئولیت جمهوری اسلامی رو نداره. خب الان صحبت اینه که رعایت برخی از مسائل امنیتی و نکات ایمنی ایجاب میکنه که تو محدوده خاصی قرار بگیرن که خب اتفاقایی که تو جنوب شهر مسائل امنیتی رو رعایت کنه، اتفاقایی که مثلا دهه 60 برای دهه 60 نیست که الان دبیر شورای امنیت ملی آقای شمخانی اینو گفته الان دیگه کسی نمیاد مسئولین ما رو ترور کنه. حالا پولم بدیم به منافقین، بعضی از مسئولین ما رو ترور نمیکنن. چرا؟ چون این مسئولین دارن به نفع همون جریان نفاق کار میکنن. الان ما باید از آمریکا خواهش کنیم پول دستی بهش بدیم، تو رو خدا بیا فلان مسئول ما رو ترور کن. میگه این آدم من اونجاست، چرا ترورش بکنم؟ بهانه است. این خود امنیتش شما بهانه دید یا میگی که سرش بهانه است؟ اصلا آدمی که ارزش ترور توی مملکت داشته باشه مصطفی احمدی روشنه که براش محافظ نمیذارن ترور میشه. آدمی که توی مملکت ارزش ترور داره شهید شوشتریه. این همه مسئولین ما خیلیشون بازیکن تیم آمریکا و اروپا، اینا با پول دستی هم بدیم ترورشون نمیکنه. سگشو ول کرده بعد میگه پولشو میدم دیهشو میدم، میگه شهر هرت. بله شهر هرت، شهر هرت جایی است که آدم ها موافق قانونن و میگن وقتی نیروی انتظامی ضعیف عمل. بله شهر هرت، شهر هرت جایی است که آدم ها موافق قانونن. سخنان آقای صادق کوشکی از حزب اللهی ترین، از همون جبهه خود شما بزرگوارا، ما هم بسیار بهش علاقه داریم، رفیق من هم هست، عزیز برای ما، دمش هم گرم با این جسارتش. میگن مگه ممکنه یه نفر بیاد اینجوری بگیر؟ مگه مملکت اینجوری؟ بله آقا ممکنه. شهر هرت، شهر هرت جاییه که آدم ها موافق قانون باشه و سیاست ها قائم به فرد باشه. یکی میاد اطلاعات میده، اطلاعات غلط میده، کانالیزه میکنه، بعد مسئولین ما میان میگن آقا پشتونی است، واقعیت افغانستان. این یکی اومده این اطلاعات غلط رو داده دیگه، وگرنه هر کارشناسی میفهمه این دروغ. میگه مگه ممکنه یک، بله آقا اصلا بین آقایون الان معروفه، میگن دعوای افغانستان دعوای سید حسن و سید حسین دیگه. شما حالیت نیست، اطلاعات نداری از مسئله داخل افغانستان، عزیزانی که مدعی هستند که آقا نه اینجوری نیست. آقا یه جریانی میخواد نگاه خودش رو به کرسی بنشونه، تا شوهرکش هم پای این ایستاده، به اون نگاه نگاه غلطی و ممکنه این نگاه ما رو برسونه به جنگ در افغانستان، در حالی که بدبختانه هیچ اندیشه‌ای برای این نشده که آقا ما وارد این باطلاق نشیم، به هیچ اهرمی در داخل افغانستان فکر نشده. شما تمام پلای پشت سر تو خراب کرد، اومدی لجن پاشیدی به صورت دوستم، لجن پاشیدی به گذشته و صورت احمد مسعود، همه مقاومت رو صهیونیست خطاب کردی، همه طالبا رو گرفتی گفتی اینا عزیزن، حالا گیر کردی طالب اومده زده زیر قولش، نمی لشکر میکشی. آقا نیازی نبود اصلا. میدونی چقدر باید پول هزینه بشه و امکانات بشه یه لشکر شما جابجا کنی بعد ببری؟
اون روزایی که ما داد می‌زدیم آقا این اهرامو درست کن، اگه فردا طالب به خودش حمله کرد تو یک ابزاری برای کنترلش داشته باشی، مجبور نشی لشکر 88 تو ببری اونجا، خدای نکرده به نقطه جنگ نزدیک نشی. دوستان من، هدف بسیاری از قدرت‌ها کشوندن جمهوری اسلامی به یک جنگ، یعنی اون ملاقاتایی که تو ترکیه صورت گرفته، اسرائیلیا که میبینن ایران حزب الله حماس رو آورده زیر دماغشون، اونا هم دارن از طریق طالب یه کاری میکنن، کاملا قابل فهم. حالا اگه جریانی نمیخواد اینو بفهمه من نمیدونم، اونا هم دارن زیر دماغ ما یه جریانی رو ایجاد میکنن. حالا توی اونجا 80% از مردم متنفرن از این جریان، شما 80% مردم رو لااقل ول کردی، اومده چسبیدی به این دیوانه ها و باز نمیپذیری که آقا توی اینها آدم های خطرناکی به تعبیر روزنامه که هم بدنه ای وجود داره که خود داعش میگه فقط محکوم میکنن و هیچ راه حلی نمیدن. آقا راه حل اینه، 8 ماه دارین داد میزنید، فقط با یک طرف نبندید، تخمرغاتون توی سبد نذارید، اون 4 تا لا اینه که میگین کجاست؟ شما که فقط دارین با طالب لاس میزنید، ما از همه چی خبر داریم، شما میشنوین اون چیزی رو که شما شنیدین ما دیدیم. میگه برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. ما که تو جلسات با متقی هم میدونیم چه گذشت، ما که از وضعیت مقاومت توی ایران هم خبر داریم، همشون دارن دونه دونه رد مرز میشن، اینقدر چه میدونم 2000 تا پاسپورت میده، حتی اقامت اینا رو تمدید نمیکنه، اجازه میدین یه تابلو بزنه، خودشون میخوان وارد بشن شما نمیذارید. یک اشتباه دیگه هم که اینا میکنن، اینا فکر میکنن طالبان و امریکا دوتا. آقا برای 100 بار، برای 1000 بار اینا فکر میکنن طالبان از امریکا جدان. اون شیر محمد عباس استانکسی گفت الحمدلله طالب امریکا قبول کرده سفارتش باز بکنه، مگر همینا ملا برادرین ها با هواپیمای امریکایی از قطر نیومدن به قندهار؟ باز برای بار 100 تکرار میکنن، مگه امریکا 85 میلیارد دلار سلاح رو سالم توی افغانستان نگذاشت تقدیم طالب نکرد؟ آقا بفهمین دیگه، چقدر مقابل فهمیدن مقاومت میکنی؟ چرا اینقدر پول اونجا گذاشت، اینقدر سلاح گذاشت؟ 85 میلیارد دلار کم پولی نیست. امکانات طالبا از 30% ناتو الان سلاح و امکاناتشون بیشتره، طبق آماری که خودشون کشورای غربی منتشر کرد. 7-8 تا کشور ناتو رو بذاری رو هم هنوز سلاح و امکاناتشون به اندازه طالب نمیشه. 85 میلیارد دلار سلاح و امکانات امریکایی داره. فکر میکنید اینا مثلا همینطوری علکی، همینطور به قول مهران مدیری همینطوری علکی گذاشتن اینا رو رفتن؟ آخه اینا هدف دادن، دلیل داشتی گذاشت. طالب که از امریکا جدا نیست که. آقا جان برای چی ویلیام بارنز بلند میشه 3 روز بعد از سقوط کابل رئیس سازمان سیا؟ اینو بفهمین. با هواپیمای شخصی بلند میشه میره تو فرودگاه کابل در بدترین شرایط امنیتی کابل، با وجود پروتکلای هولناکی که رئیس سازمان سیا داره برای سفر کردن، میره اونجا ملا برادر میبینه. آقا اینا دارن نقشه، اینا اصلا نیومدن برای حکومت کردن، میبینین که اصلا در یک 10% دارن هی خودشون رو به زمین و آسمون میزنن که به رسمیت شناخته بشن، برای هیچ بقیهشون اصلا مهم نیست. میگه طالبان واقعیت منطقه است. آقا 10 تاتون گفتین طالبان واقعیت منطقه است، خیلی خوب، اسرائیل هم واقعیت منطقه است، مگه نیست؟ یک چیزی مثل توتیه ای تکرار میکنه. امریکا هم واقعیت منطقه است، چطور با اونا سر ناسازگاری داریم؟ اینجا که میاد غش میکنیم. خب با امریکا هم کنار رویم هست، اون هم واقعیت من دارد، اون که خیلی واقعیت تری که طالب امیدیم 80% مخالف داره، اون که همه چی داره که. این استدلال آخه
این همه فیلم در اومد که اینا دارن میرن، میاد یارو خودش میگه تو، میگه ازبکستان، تو چین، تو پاکستان، تو ترکیه، دارن میرن میجنگن، باز میگه آقا صفوف خارجی توی طالب. خود اینا دارن میگن ما با چینیا کنار اومدیم برای کنترل حزب ترکستانی، با ازبکستان برای کنترل نیروهای طاهری‌الله‌شو و حرکت اسلامی ازبکستان، با انصار الله تاجیکستان، همین نیروهای جدا شده از ریگی، جیش العدل، همشون اونجا صفوف. دیگه خارجی چی میخوای دیگه؟ همین الان نیروهای امنیتی نیمروز، نیروهای آقای عبدالملک ملازادن، دست راست ریگی بوده، ایرانی های جدای طلب. صفوف خارجی یعنی چی؟ یعنی اینا دیگه. در فراه نیروهای قاریری زیایی هستن، یکی دیگه از فرماندهان جیش العدل ایرانی، همشون ایرانی. در هرات مولوی توحیدیه، همه این کشمکشان مرزی اینا دارن دامن میزنن، ایرانی باز در هرات. صفوف خارجی یعنی این. به هر حال برادران من، اگر در فضای مجازی دارید کار میکنید و مخاطبی دارید، مراقب باشید. این بحث جنگ بین ایران و طالبان یه بحث انحرافی و اصلا کار عاقلانه نیست. وارد شدن به این تله یه حماقت محض. اینا اصلا برای همین اومدن. ما از ابتدا حرفمون این بود آقا اهرام ایجاد کن بتونید طالب رو کنترل کنید. وقتی که نتونی مجبور میشه که بری باش وارد جنگ بشی، نیرو بیاری تو مرز. اگر شما از ابتدا با شاخه از مقاومت، هر کی عشقتون بود، از مسعود بدتون میومد گفتین این صهیونیسته، با یک شاخه مقاومت دیگه همراه میشدین، اونها رو هم در کنار خودتون داشتین، امروز از داخل خود افغانستان طالب فشار میدادین. دستت خالیه، همه سرمایه‌ت رو گذاشتی روی طالب، حالا باختی، داری هی این جوجوهای رسانه‌ای رو میفرستی جلو تا بیان از زبان شما حرف بزنن. آقا باختین، انتخابتون غلط بود، محاسبتون درباره طالب غلط بود. طالب اونو نیست که فکر میکردین. بخش عمده طالب بدنش داعش یا نیروهای حقانی هن. حالا گیر کردین تو گل، اینا رو میفرستین جلو. آقا باید شما همزمان با نیروهای مقاومت هم کار میکردین. الان هم دیر نشده، دست بردارین از این سفید نمایی طالب. عرض کردم من جای جمهوری اسلامی بودم، به جای لشکر 88 رو ببرم لب مرز برای که اخطار بدم به طالب، دست اسماعیل خان بس میذاشتم. این یک اخطار به طالب بود خودش. اجازه میدادم بدبختای دفتر مقاومت در ایران تابلو بتونن بزنن، بتونن کار رسمی بکنن، بتونن از مردمشون کمک بگیرن. پاسپورتشون رو تمدید نمی کنید شما اینجا، بعد میگیم 4 تا لاین داریم ما. اگر این اتفاق نیفته و همچنان شما فقط با طالب جرین جلو، به نقطه برخورد میرسید. دوستان من، امیدوارم که با وجود پراکنده حرف زدن من امشب به نتیجه گیری رسیده باشین. به نقطه برخورد میرسین و کار سخت میشه. اون دوستانی که این محاسبه غلط رو کردن، باز تکرار میکنن، اینا دارن تمام ایران و ایرانی و نظام و جمهوری اسلامی رو، همه چیز رو دارن پای طالب قربانی میکنن تا شارکشون در حمایت از طالب ایستادن، به خاطری که بگن ما اشتباه نکردیم، به خاطری که بگن انتخاب ما درست بود. آقا اشتباه کردیم، باید برای کنترل طالب یک اهرام فکر میکردیم در داخل افغانستان، وگرنه اون موقع مجبور میشید از بیرون بفرستید. 8 ماه ما داریم اینو داد میزنیم، هی ما رو متهم میکنید، میگید اینا جنگ میخوان، اینا فلان میخوان، تا که میگیم احمد مسعود اون که صهیونیسته دوستم، اون که داعشی 250 میلیون پوند پول گرفته، اون من عرضم تمامه. گفتم که ممکنه به یکی دو تا سوال جواب بدن. دوستی نوشتن راه حل برای ما مردم چی هست آجان؟ والا خدا شاهده من نمیدونم. من دارم درباره سیاست گذاری ایران حرف میزنم که ایران خوبه، تمام تخم مرغاشو توی
سالاد طالب نگذار. این کار غلطه، کاری که الان دارن میکنن دیگه. گفتن از جوانان شیعه که در دره صوف کشته شدن خبر بدید، خبر دادیم دیگه، شما نبودین احتمالاً، وسط لای وارد شدید. یکی نوشته که آقای جعفریان امریکایی همین الان هم در هلمند نیروی استخباراتی داره. آقا 85 میلیارد دلار سلاح رو بی خود اونجا نگذاشتن. یکی نوشته که اینا تهدید امنیت ملی هن. بله تهدید امنیت ملی هن. ما برای همین داریم میگیم. اما اون دوستان میگن نیستن. یا آقا اینا خوبه، میشه باشون کار کرد. چرا کار کنیم؟ چون اینا واقعیت افغانستان هن. یکی دیگه میگه طالب واقعیت افغانستان. کجا طالب واقعیت افغانستان؟ طالب واقعیت منطقه است. اینطوری باشه اسرائیل واقعیت منطقه است. تو میگه باش کار میکنی؟ می قبول طالب جنایتکاره ولی واقعیت منطقه است. آقا اسرائیل هم جنایتکار، واقعیت منطقه است. این استدلال های آوکی رو نکنیم بیدیم. خب دوستان عزیزم، من سوال در واقع خاصی نمیدونم که بخوام اینجا جواب بدم. فقط یکی دو تا دیگر رو میبینم، اگر که سوالی بود که ارزش بحث کردن داشت بهش میپردازم، وگرنه که ازتون خداحافظی میکنم. یک مطلبی اینجا توی که از سوالا هست که به درد من میخوره، دارم اونو یادداشت میکنم. این که دیپلماتی که ایران پذیرفته، بله ایران 3 نفر رو پذیرفته، یکی از اونها دیپلماته، 2 تا کارمند عادی هستن، اما اینکه سفارت تحویل شده باشه هنوز نشده. به هر حال 1 نفر از طالبا، استدلال اینه، من نمیگم که آقا به هر حال 1 نفر از اینا باید اینجا وجود میداشت تا ارتباط برقرار بشه، نمیدونم موارد گفته بشه، فعلا دارن اینو میگن، میگن به این دلیل این کار کرد. احتمال پرسیدن به نظر شما احتمال درگیری گسترده چقدر؟ اگه منظورتون تو مرز بین اینا و طالبه، من امیدوارم که اصلا همچین درگیری پیش نیاد، احتمالش هم ضعیفه، چون اوغلای قوم متوجه هستن که این یک تله است و کسی نباید واردش بشه. یه حرف احمقانه ای که بعضی میزنن، میگن آقا میگفتین تو پنچیر اینجوریه، تو ایران بیا به ما کمک میکنه. من نمیدونم کدوم خری این حرفو زده که اینا هی تکرار میکنن. هیچ کس از ایران کمک نمیکنه، شما فقط خود اینا رو آزاد بدید، بذارین اینجا بتونن، این 1.5 میلیون افغانستانی اومده که کلیش از بچه های ایناست، بذارین کارشونو بکنن، بذارین با مردم خودشون ارتباط بگیرن. یکی دوستان روشه برادرها شریک جرم طالبان، به والله شریک جرم، یعنی خون بخشی از مردم افغانستان روی دستای ایناست، روی دستای ایناست، و اونایی که باز میان میلیسن و مشکلات اینا رو پاک میکنن، اینا رو توجیه میکنن. یارو رو یه سفر بردن، یه قرون گذاشتن تو جیبش، یک جمعی اومدن که آقا اینجوری نیست، تو خبر دروغ میدن، و بعدم میگن فلانجا چرا خبر دروغ داده شده. آقا تو مردی، رگ گردنتون باد کرده، خبر دروغ حمله به کنسولگری که میگه بانوان عدالت‌خواه غربی بودن و بیا جلوش در بیا. همه تون این یکی از اون یکی راست تر خدا شد. میگه واقعیت نداره، کدوم تجاوز؟ 10 تا فیلمش براتون پخش کردیم دیگه آقای. دیگه باید بیام تو خونه خودتون طالبا. یکی از دوستانم پرسیده از مقاومتگران چه خبر. دوست من لایو های ما رو دنبال کنید، بعضی از شما ما با خطوط خود مقاومت تماس میگیریم. و در مورد عبدالرؤوف پرسیدید، ببینید عبدالرؤوف و خود طالبا برده بودن، بعدم یه تلفنی کردن مجبور کردن یکی رو دستگیر کردن با عنوان متهم، 430,000 دلار از یارو گرفتن، بعد عبدالرؤوف رو گرفتن. حالا عبدالرؤوف اومده، نه معلوم نیست کی دستگیرش کرده، کی آزادش کرده.
پول رو طالبا هماهنگ کردن که گرفته گروگانگیر. گروگانگیر هم دستگیر نشد. خب جوکه دیگه. صدای اون آدم رو من دارم که داره تلفنی صحبت میکنه که میگه پولو ببرید بدید وگرنه من جانم در خطره. اخاذی میکنن، یعنی اینجوری به این روش اینا از تجار بزرگ و از اینها اخاذی میکنن. نمونه های متعددی داشتیم، یکی دوتا نیست، اما من نمیدونم کجا یک دیگه شون باز من گذاشته بودم. یکی از این تجار هست که میاد بنده خدا دیگه کم مونده به گریه بیفتن، یا آقا اینا میان جلوی خونه ما، ما رو دست میگیرن، بعد طلب پول میکنن، میری به حوزه شکایت میکنی به طالب، میبینی ای وای اینا همونا خودشونن که همونایی بودن که تو دستگیر کردن. طالب پول نداره، میاد به هر شکلی داره سعی میکنه که اخاذی بکنه از آدمای مختلف، از مغازه هاش رو زکات بگیره. این کار رایجشون شده دید. حالا در کنار این خانم هایی که توضیح دادم این فیلم هاشون رو پخش کردم، یادم را دختره دستگیر شده تو مزار شریف بگم، 60 تا دختر رو بردن، جنازه 10 تاشون در اطراف مزار شریف پیدا شد، 8 تاشون بعد دیوانه شدن و خودکشی کردن، بقیه شون هم ناپدیدن هنوز. آقا تجاوز یعنی چی دیگه؟ شما به چی میگی تجاوز؟ دیگه از این آشکارتر. بعد اون گزارش ایندیپندنت رو بخونید، حالا این تاجری که گفتم و میخواستم فیلمش رو براتون پخش کنم، متاسفانه پیدا نمی کنم، اینجا بود شب دیگه پخش می کنم. توضیح میده صراف دارم، میگه میان میبرن و اخاذی میکن. این دیگه اینقدر آشکاره که نیاز به بگردین فراوان تو فضای مجازی مصادیقش رو پیدا میکنید. خب عذرخواهی میکنم طولانی شد، میخواستم کمتر بشه، بحث پراکنده میشه، تا آخر لحظه من باید وبسایت رو پیش ببرم، از بابت وبسایت هم عذرخواهی میکنم. و دیروز عصر وبسایت ما رو دوباره از پاکستان مورد هدف قرار دادن، باز دوباره وبسایت حدود 24 ساعت دسترس خارج بود، بچهای فنی ما با زحمت و گرفتاری وبسایت رو برگردوندن. ببخشید برام دار و ندار ما همین، چون یک نفرم با توی همه اینها مشغوله، حتی یک نفر اون کارهایی که به من مربوط میشه، وگرنه یه تیم کوچولویی هستیم، دو سه نفر از بچهای عزیز افغانستانی هستن، دو سه تا از دوستانی هستن که لایو یوتیوب و بقیه رو هندل میکنن، پیش میبرن. خدا شاهد این بچه ها نمیدونم، من دستشون رو میبوسم اینجا. دوستانی هستن کار فنی وبسایت و لایو اینا رو میکنن. امیدوارم روزی برسه که سیاست گذاری ما در حوزه افغانستان واقع بینانه بشود. ما دست برداریم از این بچه بازی. بیایید حرف همه طرف ها رو بشنویم. از این دعوای دو طرفه که ایجاد کردیم به قول دوستان ست حسنی و ست حسنی بیایید بیرون دید. تموم دید. حالا بهتون ثابت شده آقای طالبی که شما میگفتید اون نیست، یه چیز دیگه است. هر روزی که این بره بیشتر تاوان میدیم، میگه دروغگو، برای که دروغشون بپوشونه 10 تا دروغ دیگه، 100 تا دروغ دیگه میگه، هی بیشتر فرو میره. نکنید این بلا رو سر مردم ایران نیارید، سر خودتونم نیارید. شبتون بخیر باشه، تا شب دیگر، درودی دیگر، لایوی دیگر، بدرود. کمک کنید کانال ما دیده بشه در یوتیوب، پیجای ما دیده بشه، این صدا شنیده بشه. جز شما هیچ کس رو نداریم، رسانه هایی که دست ما نیست، شبکه ها و خبرگزاری ها، همه که اون طرف هم خودمون. شبتون بخیر، خدا نداریم.